درود به یکایک که شما دوستان خوب و گل و عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. دوستان عزیزم، بپردازیم به موضوع جالب امروز. دوستان، استثنان این ویدیو به موضوع فرازمینی ها ارتباطی نداره، اما موضوع جالب امروز چه چیزیه که میخوام خدمت شما دوستان عزیزم بگم. پیش از این که موضوع امروز رو بخوام مطرح کنم، اجازه بدید در ابتدا درباره یک نرم افزاری که پول استخراج میکنه یا ماین میکنه و من به شما معرفی کردم کمی بیشتر در رابطه با این نرم افزار توضیح بدم، چون از طریق ادمین متوجه شدم که چیزی در حدود 50 الی 60 تن از دوستان متاسفانه با استفاده از این نرم افزار مشکل دارن. پس من خیلی خلاصه طرز کار این نرم افزار رو خدمت شما دوستان عزیزم و نحوه ثبت نام کردنش رو آموزش میدم. دوستان عزیز، کار با این نرم افزار بسیار 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 ساده است. کافیه شما به پلی استور گوگل یا اگر آیفون دارید به اپ استور مراجعه کنید و در اونجا واژه پای یا همون عدد پی خودمون 3.14 واژه پای رو سرچ کنید. بعد این نرم افزاری که بدین شکل رو نصب کنید. بعد از نصب کردن نرم افزار رو باز میکنید. در اینجا ما دو گزینه برای ثبت نام داریم، با فیسبوک و یا با شماره موبایل. اجازه بدید من با شماره موبایل رو خدمت شما دوستان عزیزم آموزش بدم. بر روی ثبت نام با شماره موبایل کلیک کنید. نام کشور ایران رو در اینجا سرچ کنید و پیدا کنید. ببینید؟ به این شکل. شماره موبایل خودتون رو وارد کنید. برفرض من یک شماره موبایل یک دوستی رو می نویسم. بعد گزینه ثبت نمایید رو بزنید. حالا در اینجا می بایست یک پسورد انتخاب کنید که متاسفانه به دلایل امنیتی این صفحه ریکورد نمیشه. من پسورد رو انتخاب کردم. کافیه پسوردی که انتخاب میکنید یکی از حروفش بزرگ باشه، الباقی کوچیک. بعد با اعداد ترکیب کنید. متاسفانه به دلایل امنیتی اجازه ریکورد کردن این بخش رو به من نمیده. من خدمتتون توضیح میدم. کافیه پسوردی که انتخاب میکنید یک حرف کپیتال یا بزرگ داشته باشه. برفرض میخواید نیکی بنویسید، N رو بزرگ بنویسید، I K I رو کوچیک. یک حرف انگلیسی باید کپیتال باشه، فرق نداره در ابتدا، در وسط یا در آخر. یا اگر همه رو کپیتال می نویسید، مثلا نیکی رو با N بزرگ و آی بزرگ و کی بزرگ می نویسید، آی آخر رو باید کوچیک بذارید. متوجه شدید؟ حروف باید از دو شکل تشکیل شده باشه، حروف کپیتال یا بزرگ و حروف کوچیک. به علاوه عدد مجموعاً 8 کاراکتر باید باشه. بعد وارد صفحه بعدی میشیم. در صفحه بعدی نام و نام خانوادگی خودتون رو که واقعی باشه. ببینید این نرم افزاری که میخواین باهاش پول ماین کنین، پس خواهشاً جدی بگیرید. اسمای فیک ننویسید، چون بعداً موقع برداشت کردن به مشکل میخورید. پس حتماً نام و نام خانوادگی خودتون رو به صورت کاملاً ریلی و واقعی می نویسید. ترجیحاً بهتر اینه که به زبان انگلیسی بنویسید. البته زبان فارسی هم می تونید بنویسید، اما بعداً ممکنه به مشکل بخورید. پس ترجیحاً بهتر اینه که از حروف انگلیسی استفاده کنید. نام خانوادگی خودتون رو در اینجا می نویسید. در ستون سوم شما می بایست حتماً نام کاربری خودتون رو بنویسید، نامی که تمایل دارید با اون وارد این برنامه بشید. برفرض من اینجا مهر
76 رو انتخاب میکنم و ثبت میکنم. متاسفانه این نام قبلا انتخاب شده، پس از من این نام رو نمیپذیره. در این نام تغییراتی رو میدم. بر فرض مثال حروفش رو کم و زیاد میکنم، مثلا مهر 7 میکنم. باز هم از من نمیپذیره چون این نامم قبلا انتخاب شده. حالا ME 1976 رو میزنم، باز هم من قبول نمیکنه چون این نرم افزار نزدیک 55 میلیون کاربر داره. از کشور ایران 2 میلیون کاربر داره. این نرم افزار کاملا واقعی و جدی دوستان. و در نهایت M7655 که پذیرفت. حالا دوستان در اینجا میبایست اون کد دعوت مهرزاد 55 رو بنویسید. ببینید به همین شکل باید بنویسید، با حروف بزرگ مهرزاد MEHRZAD 55 بدون فاصله، مهرزاد 55. این نام رو در صورتی که میخواین در یک گروه باشیم و سرعت استخراج هر دومون بالاتر باشه شما باید وارد کنید. اگر تمایلی ندارید میتونید ننویسید، اما چه بهتر که بنویسید. بدین شکل هم سرعت استخراج شما بالاتر میشه، هم مال من، و همین که هممون در یک گروه هستیم. اینجوری یک گروه رو تشکیل میدیم. تا این لحظه نزدیک 90 تن از دوستان در گروه من هستن. شما هم اگر مایل باشید میتونید مهرزاد 55 رو حتما بنویسید و بعد وارد گروه من بشید. بعد از اینکه این مرحله رو رد کردید، حالا نرم افزار رو باید روشن کنید. به چه شکل؟ ببینید اینجا داره با فلش اشاره میکنه. به روی این دکمه سفید شما باید کلیک کنید. بعد از اینکه نخستین بار کلیک میکنید، از شما یک سری پرسش رو میکنه که اونا رو تیک میزنید و ثبت رو میزنید. بعد دوباره به همینجا میاین و این بار دوباره که کلیک کنید دیدید سبز میشه و از همین لحظه شما شروع به استخراج یا ماین کردن کردید و برای شما داره پول استخراج میشه. از اونجایی که کد دعوت من رو هم زدید، یک پای به شما هدیه داده میشه. پس الان استخراج شما با کد من از 1 شروع میشه. شما 1 پای و هدیه گرفتید. از اینجا به بعد باز شروع به استخراج کردن میکنه. دوستان به این نکته توجه داشته باشید که شما میبایست حتما هر 24 ساعت یک بار به این قسمت سر بزنید و اگر این گزینه خاکستری شده بود باید حتما روش کلیک کنید تا دوباره سبز بشه، چرا که اگر خاکستری باشه هیچ پولی استخراج نمی کنه، ماین نمی کنه. در صورتی این به ماین کردن ادامه میده که همیشه سبز باشه. پس روزی یک بار حتما باید به این سر بزنید. بر فرض اگر 10 صبح شروع کردید، بعد از اینکه روشنش کردید میتونید برش کنید فی امان الله، برید به کاراتون برسید، برید کارهای دیگه رو انجام بدید، این نرم افزار هم باز باشه. اما فردا 10 دقیقه به 10 یا خود 10 مجددا شما باید داخل این نرم افزار باشید و به محض اینکه این نرم افزار خاکستری شد شما با فشردن اون کلید کاری میکنید که دوباره فعالیت خودش رو ادامه بده و باز بعد 24 ساعت دوباره باید بیاید سر بزنید، وگرنه حتما خاکستری میشه و پولی استخراج نمیشه. دیدید خیلی ساده بود، خیلی راحت بود. هیچ کار خاصی هم قرار نیست بکنید و هیچ چیز خاصی هم نداره. این نرم افزار مقدار بسیار کمی از حافظه سی پی یو شما رو میگیره، محاسبات خودش رو انجام میده و به ازای اون محاسبات به شما ریوارد میده، پاداش میده، جایزه میده و این جایزه به صورت عدد اون بالا نمایش داده میشه.
هر چقدر تعداد گروه ما بزرگتر باشه و یا دوستانی که شما دعوت میکنید بیشتر باشه، سرعت استخراج ماین شما بیشتر میشه و با سرعت بیشتری این پول رو استخراج خواهید کرد. ببینید دوستان، من خودم این نرم افزار رو چیزی در حدود 4-5 سال پیش ثبت نام کرده بودم، اما ولش کردم. بعد از مدتی دوباره تصمیم گرفتم به این نرم افزار سر بزنم و از یک هفته پیش دوباره من ادامه این نرم افزار رو از سر گرفتم. ضمناً دوستان، شما باید به این قسمت پروفایل در این نرم افزار بیایید و یکی دو تا چیز رو در اینجا حتما تایید کنید. یکی از آنها تایید آدرس فیسبوک یا تایید آدرس ایمیل شماست. چنانچه شماره تلفن آمریکا دارید، خیلی راحت میتونید در اینجا شماره تلفن آمریکای خودتون رو هم تایید کنید. اما اگر تلفن آمریکا رو ندارید، هیچ مانعی نداره، با ایمیل خودتونم میتونید این کار رو انجام بدید. کافیه به این قسمتی که نوشته آدرس ایمیل تایید نمایید روی اون برید و کلیک کنید، بعد آدرس ایمیل خودتون رو بزنید. ببینید، برفرض من یکی از ایمیلایی که استفاده نمی کنم و میذارم، mehrzad@gmail.com. الان برای من یک ایمیل برای تایید به آدرس ایمیل من ارسال شده. وارد نرم افزار جیمیل خودم میشم. میبینید در نرم افزار جیمیل پای نتورک در اون بالا مشخصه. روی کلمه هیر روی اون کلیک میکنید. به همین راحتی ایمیل شما تایید شد. حالا هنگامی که مجدداً به این نرم افزار برگردید، مشاهده میکنید که نرم افزار میگه ایمیل شما تایید شده. ببینید، حالا در اینجا میبینید که ایمیلتون تایید شده و اگر به این قسمت هم وارد بشید، میبینید که من و شما در یک گروه هستیم. مهرزاد 55 رو در اینجا خواهید دید. این معناش اینه که شما در گروه من هستید. اما دوستان، ارزش این پای چه میزانه و چه مقدار خرید و فروش میشه؟ هر پای چه قیمتی داره؟ خب این یک پرسش منطقیه. من خودم اینو نمیدونستم، از طریق یکی از دوستان عزیز این شبکه، جناب آقای بهنام زاره، از طریق ایشون از میزان و ارزش پایها با خبر شدم. در ابتدا باید خدمتتون بگم هنوز بازار خرید و فروش این ارز به طور رسمی باز نشده، یعنی هنوز پای خرید و فروش نمیشه، اما برنامه بر این منواله که ظرف یکی دو سه ماه آینده این بازار باز بشه و پایها خرید و فروش بشه. ارزش هر پای تا تاریخ فکر کنم 19 یا 20 فروردین ماه از قرار هر پای 40 بود. در این چند روز به ناگهان افت سنگینی پیدا کرده و خیلی کمتر شده، اما مجدداً بالا میره. این سقوط موقته. در حال حاضر هر پای از قرار دانه‌ای 50,000 تومان یا 60,000 تومان خرید و فروش میشه، اما مجدداً به نرخ سابق خودش بر میگرده و ارزش هر پای در حدود 40 تقریباً میشه گفت قیمت پیدا میکنه، شاید هم بیشتر، من نمیدونم. این هم از آموزش نرم افزار پای. امیدوارم که پاسخ دوستانی رو که نتونسته بودن با این نرم افزار کار کنن رو داده باشم. فراموش نکنید روزی یک بار شما باید نرم افزار سر بزنید و اگر اون دکمه خاکستری شده بود، مجدداً اون کلید رو سبز کنید. در غیر این صورت چیزی استخراج نمیشه. میزان حافظه‌ای که از شما اشغال میکنه به قدری کمه، به قدری کمه که حد نداره. به هیچ وجه دستگاه شما داغ نمیکنه. باتری شما زیادتر مصرف نمیشه.
بسیار 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 کم از حافظه سی پی یوی شما در این نرم افزار استفاده میشه و به ازاش پول دریافت میکنید، در واقع پاداش میگیرید. اما بپردازیم به موضوع امروز. دوستان واقعا وقتی که من این چند ویدیو رو دیدم دیگه از تعجب شاخ کردم. به قول آلبرت اینشتین، دو چیز پایانی درش نیست، یکی کائنات و کهکشان و آسمون و دیگری حماقت انسان‌ها. اینشتین میگه البته در مورد اولیش زیاد مطمئن نیستم، یعنی ممکنه روزی حتی آسمون ها به پایان برسه، کهکشان ها به پایان برسه، اما چیزی که پایانی درش نیست حماقت و جهل انسان هاست. خواهش میکنم به این دو ویدیویی که براتون آماده کردم با دقت نگاه کنید و ببینید اوج حماقت یک انسان تا چه میزان میتونه باشه، تا جایی که یک خورشید دیگه برای خودش اختراع کنه و ابداع کنه و کشف کنه، تا جایی که جهانهای دیگر رو هم بخواد به کره زمین بچسبونه. من در رابطه با این دو ویدیو هیچ چیزی نمیگم، فقط شما رو دعوت میکنم به حماقت این اشخاص بیشتر توجه کنید. جالبه، شاید شما هم مثل من شاخ در بیارید. البته اینو بگم، خیلی ها هستند این مزخرفات رو باور میکنن و باور دارن ما خورشید سیاه داریم، باور میکنن که ماه نصفش میره زیر زمین نصفش میاد بالای زمین و از این دست مزخرفات که در این ویدیو خواهید دید. نگاه کنید، جالبه، کمی میخندید اما خنده نداره. باید به حال این افراد گریست، واقعا خنده نداره و گریه داره. با دقت این ویدیوها رو نگاه کنید. اول این فیلم یه دونه سی دی نشون میده که میگه زمین ما اینجوری مثل سی دی هستش. بعد یک بیزی بزرگ میکشه و شکل زمینی که مسطح و تخت هستش را داخل این کره بیزی قرار میده. به این شکل یک سی دی رو میکشه، یک سوراخ وسطش هست که اونجا ما به قطب شمال میگیم اون سوراخ وسط، و بعد گوشه ها رو به هم وصل میکنه و نشون میده که یک دیسک و زمین مسطح رو داخل این فضا کشیده. یک دایره کوچیک در اون ور سی دی در زیر زمین ما میکشه و علامت صلیب شکسته که همون سواستیکا هستش و میکشه که ما در تمدن‌های ایران باستان هم داریم این علامتو، و بعد اونو سیاه میکنه. احتمالاً منظورش همون خورشید سیاه باشه. و بعد از همون خورشید سیاه سه خط به معنای اشعه های اون خورشید سیاه از درون سوراخ قطب شمال به سقف گنبد میکشه. اگر خوب دقت کنید میتونید متوجه بشید. و زیرش می نویسه still، یعنی ساکن، تکون نمیخوره. و بعدش در اطراف همون سوراخ قطب شمال یه سری کوه و سرزمین میکشه و مینویسه نورت پول، قطب شمال. خوب دقت کنید، داره سرزمین های دور قطب شمال را میکشه. شما میتونید تو گوگل برین ببینید قطب شمال کجاست، عمرن اگر چیزی ببینید. و بعد اون بالای گنبد یک نقطه میکشه و نشون میده پولارس، ستاره قطب که همیشه ثابته و برعکس تمام ستاره های آسمون هیچ موقع این حرکت نمی کنه. دو تا نقطه هم در مدار خط استوای زمین میکشه و یک دایره به دور قطب شمال که روش می نویسه استوا. و بعد نوشته هاش رو پاک میکنه، از ستاره قطب شمال پولارس یک مثلث میکشه
و بعد از همون اشعهایی که از خورشید سیاه میاد بالا دو تا رو هایلایت میکنه و یک مثلث برعکس هم اینجا به ما نشون میده که همون نماد فریماسونا هست. دو تا مثلث برعکس هستن و اون پایین می نویسه هرچی که بالا هست پایین هم هست، که در هفت اصل کتاب هرمتیک هم هست. As above, so below. و بعد اون نقاط تقاطعی که مثلث‌ها به هم می‌خورن رو پاک می‌کنه و خورشید و ماه را می‌کشه و همون جوری که می‌بینید اینا از اون اشعه‌ها و شفق‌های خورشید سیاه به وجود میان. خورشید و ماه کره نیستن، پلازمایی هستن. اینجا خوب دقت بکنین دوستانی که کلاس ها رو دیدند، خوب متوجه میشن که خورشید و ماه با اون علامت چرخش دستش به دور زمین میچرخن، که هر دو از دو اشعه شفقهای خورشید سیاه به وجود اومدن. و بعد یک خط عمودی میکشه که منظورش فاصله ماه و خورشید به زمین هستش. هر دوشون یک فاصله یکسان تشکیل میشن که فاصلش رو 3300 مایل می نویسه که میشه 5310 کیلومتر و زیر گنبد ما. و بعد ایشون یه خط بالای ماه میکشه که قطر ماه را می نویسه و می نویسه 32 مایل، حدود 51 کیلومتر، و همونم برای خورشید می نویسه. یعنی هر دوشون در یک فاصله به زمین ما هستن، همون جوری که با خودمون می بینیم با چشمامون، و همون جوری یک اندازه هستن. قطرشون 32 مایل هست. 50 و بعد شروع میکنه به کشیدن قاره ها در بالای دیسک، و بعد دیسک رو نشون میده و میگه در پشت زمین، یعنی در زیر زمین ما هم سرزمین هایی هستش، و شروع به کشیدن اونا هم میکنه. یعنی دقیقا همین قاره هایی که بالا میبینید اون ورم هستش، و بعد به هر دو طرف اشاره میکنه و یه علامت مینویسه و مینویسه the same، یعنی این هم. و در زیر برای سرزمین های پایین مینویسه the summer land، سرزمین های تابستانی. و بعد که نقاشی های از اشعه های خورشید سیاه میکشه که میان بیرون و مینویسه شفق های قطبی، نوردن لایت. اگر نگاه بکنین این حالت لوزی این نماد فریماسونی ها در این عکس کشیده شده. پس اینا همه ی علامت هاشون دلیل داره و تو صورت ما میخندن که حقیقت اونا میدونن و ما نمیدونیم، همون جوری که در کتاب کابالا و خیلی نوشته های باستانی هم اومده بوده. و بعد اشاره میکنه که این خیلی مهمه، دقت کنید. اون پرتوهایی که از خورشید سیاه میاد بیرون رو نشون میده و ماه نصفش را پاک میکنه، ماه نیمه میشه، و میگه که موقعی که ماه در آسمان ما نیمه میشه، نیمه دیگرش در سرزمین های پشت دیسک زمین پیدا میشه، همون اندازه، ولی برعکس میشه. یعنی همون جوری که ما اینجا نصفش رو در طرف راست میبینیم، پایین هم همون جور میبینن، چون مثل اینکه حالت آینه ای است. میگه نورانی بودن ما از خورشید بالا نیست، بلکه از اشعه های خورشید سیاه است.
اینو دقت بکنید. حالا دوستان زیادی شاید باور کنم شاید باور نکنم، ولی ده ها هزار سال پیش اینها گفته شده، در زیر این گنبد کبود به ما همه چی رو گفتن، نقشه زمین رو نشون دادن، درخت زندگی رو نشون دادن، سرزمین های زیر رو نشون دادن. فریماسون ها هم میدونن و شما رو با کره زمین و فضای جعلی و اینا سرگرم کردن و بهتون میخندن. ما هم که بهتون میخوایم حقیقت رو بگیم، در حالی که خود اینا توشون کسانی هستن که حقیقت رو خواستن به مردم بگن، قبول نمی کنید چون تو بی بی سی و سی این این نشنیدید. التماس تفکر. زمین تخت باشه باید از اون سر دنیا بیفتیم پایین. نه، این سال واقعا سال چرتیه. این ایران خودمونه. اوکی، اینجا قطب شمال، قاره اروپا، آفریقا، آسیا و این محدوده قرمز، خط قرمز رنگ، نقشه کرویه که به ما قالب کردن و به ما میگن. این سفیدایی که میبینید این دور، یخهای قطب جنوب یا هم جنوبگان که ما رو احاطه کردن، من نمیذارم خروج کنم. حالا این آبهای آزاد که حالا پهناوری خودش رو داره. میریم دنیاهای دیگه بعد از قطب جنوب، یه لایه دنیای دیگه اینجا. و یه چیز جالب تر از همه که برام جالب بود، این سرزمین آزگار که تو اکثر فیلم های مارول یا هالیوودی هم بهش اشاره شده. به این فیلم سور رو ببینید متوجه میشید. و جالب تر از همه اونا این والهالا داخل فیلم وایکینگ ها خیلی قشنگه. این والهالا اصلا یه همون بهشت همون چیزا میشد. اینم یخهایی که میبینید احاطه کردن جهانهای دیگه بعد از لایه سوم، که احتمالا جهانهای دیگه بعد از لایه سوم هست. اینجا متصل میشه به بزرگترین آبهای جهان اصلی.